قرار است تا 10 روز آینده مشکل توقف 700 کانتینر مواد خوراکی تاجران کشور در پاکستان حل شود. وزیر مالیه پاکستان در دیدار و گفتگوی هیئت افغانی به ویژه عمر زاخلوال گفته است در این زمینه با وزارت خارجه و دفاع پاکستان نیز گفتگو خواهند کرد. وی همچنان تاکید کرده که مبادلات تجارتی افغانستان و پاکستان تا 3 سال آینده به 5 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. هفته روان یک هیئت افغانی به شمول عمر زاخلوال وزیر مالیه برای اشتراک در هشتمین نشست اقتصادی افغانستان و پاکستان وارد اسلام آباد شدند و روز گذشته با شمار از مقام های این کشور به ویژه وزیر مالیه پاکستان دیدار و گفتگو نمودند. حفیظ شیخ وزیر مالیه پاکستان در این دیدار تعهد کرد که به زودی مشکل توقف 700 کانتینر افغانستان در پشاور حل خواهد شد. ما در مورد متوقف ساختن 700 کانتینرهای اموال تاجران افغان در پاکستان با وزارت‌های خارجه و دفاع پاکستان که در این زمینه نقش دارند گفتگو می‌کنیم و این مشکل تا 7 و یا 10 روز آینده حل خواهد شد. وزیر مالیه پاکستان همچنان در این دیدار هیئت افغانی گفته است مبادلات تجارتی افغانستان و پاکستان در حال حاضر به بیش از 2 میلیارد دلار میرسد و آنان تصمیم دارند تا این مبلغ را تا پایان سال 2015 میلادی به 5 میلیارد دلار افزایش دهند. به گفته وی پاکستان تصمیم دارد تا ماشین آلات را برای بازسازی در افغانستان ارسال نماید. وی در این نشست تاکید کرده که کشورش 29 پروژه را در افغانستان به ارزش 300 میلیون دلار که در حال کار است مورد ارزیابی قرار می‌دهد. آقای حفیظ شیخ همچنان اضافه کرده تا حال کار 10 پروژه پاکستان به ارزش 163 میلیون دلار در افغانستان تکمیل شده و 9 پروژه دیگر کار آن در حال پایان یافتن است.